سلام من هانیم و با اتاق سیزده هم خوش اومدید همونجوری که میبینید من امروز تنها برگشتم بهرام به یک سفر کاری رفته و تا چند هفته آینده پیش ما نیستش با اینکه توی ویدیو حرف زیاد نمیزنه ولی به من حس خیلی خوب میده اینکه نشسته اینجا و به حرفام گوش میده من زیاد پر حرفی نمی کنم. بریم داستان عجیب و غریب امشب رو شروع کنیم با. در سال 1964 به مدت 10 سال بود که لهستان به عنوان جمهوری خلق لهستان شناخته می شد. و تحت حاکمیت شوروی بود به این معنی که هیچ شرکت خصوصی وجود نداشت و اکثر مردم کارمند دولت بودند و برای دولت کار میکردند روزنامه ها دولتی بودند و به شدت سانسور میشدند در کنار اون مردم مجبور بودند که روزانه ساعتهای طولانی کار کنند و معمولا اعتمادی هم بین مردم وجود نداشت زیاد هم با همدیگه در ارتباط نبودند در کنار اون مردم اعتمادی هم به مقامات نداشتند و همچنین جنایت هایی که در لهستان اتفاق می افتاد نه به مردم گزارش می شد نه توی روزنامه ها در موردش چیزی می نوشتن. با این حال در دومین شهر بزرگ لهستان یعنی شهر کراکوف ترس و وحشت بین مردم محلی گسترش پیدا کرده بود و همه مردم در مورد یک مهاجم خشن صحبت می در 21 سپتامبر سال 1964 خانم هلن 43 ساله وارد کلیسا شد داخل کلیسا فقط یک پسر تقریبا نوجوان بود که نشسته بود زانو زده بود و دعا میخوند خانم هلن هم رفت کنارش نشست و مشغول دعا کردن شد یک احساس کرد که توی پشتش یه چیزی فرو شد انگار پشتش تیر کشید ولی چون دردی احساس نکرد کاری نکرد ولی در همین حیی که این درد رو احساس میکرد اون پسر نوجوانی که مشغول دعا کردن بود از کلیسا رفت بیرون خانم هلن از کلیسا اومد بیرون مشغول کار روزانه شد کارش رو انجام داد و زمانی که داشت برمیگشت خونه یکی از آشنایانش رو که توی خیابون دیده بود بهش گفت که هلن پشت لباست خونیه و اونجا بود که هلن متوجه شد که اونجا که توی کلیسا اون احساس بد رو کرده احتمالا یه چیزی وارد بدنش شده رفت دکتر و اونجا بهش گفتن که بله این زخمی که خوردی زخم چاقوه هلن رفت پیش پلیس و این موضوع رو گزارش داد ولی پلیس باور نمیکرد حرفش رو با این وجود هلن رفت یک گاهی پزشکی گرفت که تایید میکرد که این زخم زخم چاقوه با این حال با اینکه پلیس این گزارش رو گرفته بود این گواهی پزشکی رو گرفته بود هیچ رسیدگی صورت نگرفت و به هیچ عنوان دنبال این پسر نوجوان نگشتن با این حال چند روز بعد یک گزارش مشابه به پلیس رسید در 23 سپتامبر سال 1964 بود ساعت یک بعد از ظهر بود که خانم فرانسیسکا 76 ساله میخواست بره برای کارکنان محل کارش که توی غذاخوری کار میکردن پیشبند بخره در حالی که خرید بود و داشت برمیگشت به محل کارش یکو احساس کرد که یه چیز تیزی از پشت وارد بدنش شد ولی خب چون سن و سالش بالا بود از حال رفتش و بیهوش شد یکی از آشناهاش رو توی خیابون پیدا کرد خانم فرانسیسکا رو رسون به بیمارستان و اونها هم تایید کردن که زخم چاقوه با اینکه خانم فرانسیسکا زنده موندهش ولی دیگه هرگز نتونست راه بره فرانسیسکا خیلی آدم خیری بود معمولا برای فقرا غذا میپخت و بینشون پخش میکرد مردم محلی وقتی این گزارش رو شنیدن نمیفهمیدن که چرا یه زنی مثل فرانسیسکا باید مورد هدف قرار بگیره اون که آدم خوبیه به کسی بدی نمیکنه بعد با خودشون فکر کردن شاید این حمله هایی که داره اتفاق میفته بر علیه یهودی است به خاطر اینکه خانم فرانسیسکا یهودی بودش اما خیلی بعد این حرف رو گذاشتن کنار به خاطر اینکه به خانم قبلی که حمله شده بود خانم هلن مسیحی بود گفتن نمیتونه این دلیل بر این باشه که حالا فرانسیسکا مورد هدف قرار گرفته بعد گفتن شاید به خاطر اینکه میخواستن ازش دزدی کنن بهش حمله کردن ولی بعد پلیس تایید کرد که پول نقدی که توی کیف خانم فرانسیسکا بوده برداشته نشده فرانسیسکا وقتی حالش بهتر شد گفت که من تنها چیزی که یادم میاد یک پسر نوجوونه که لباس مدرسه‌ای تنش بوده و یک سپر قرمز رنگ یک لوگوی سپر قرمز رنگ روی لباسش بوده من تنها چیزی که یادم همینه در اون دوران معمولا نوجوان ها پسرهایی که دبیرستانی بودن یا دبیرستان فنی درس میخوندن این مدل لوگو روی لباس مدرسهشون داشتن با این حال که حالا دو تا اتفاق مشابه افتاده بود ولی باز هم های لهستانی احساس میکردن که این دوتا مورد ارزش تحقیق کردن نداره و از اونجایی که روزنامه ها متعلق به دولت بود و گزارش هایی که می نوشتن حتما باید به تایید دولت می رسید هیچ اخبار و گزارشی در مورد این حمله ها به فرانسیسکا و هلن نوشته نشد خانم ماریای 86 ساله به عنوان نظافتچی توی کلیسا توی شهر کراکوف کار میکردش البته هیچ وقت پولی دریافت نکرد به خاطر کاری که انجام میداد اما بشقاب غذای گرمی که بهش می دادن راضی بود. به خاطر اینکه خیلی جنگ و ویرانی دیده بود الان دوست داشت که زندگی خودش رو وقف کلیسا کنه و یه زندگی آروم و بیدرل سر داشته باشه. در 29 سپتامبر سال 1964 خانم ماریا صبح بلند شد که بره سر کارش معمولا با تراموا میرفت بعد از اینکه از تراموا پیاده شد متوجه نشد که یه نفر داره تعقیبش میکنه تا اینکه رسید دم در کلیسا و احساس یک سوزشی پشت کمرش کرد بعد که برگشت نگاه کرد یک پسر نوجوانی رو دید که چاقو دستشه و داره میخنده خانم ماریا از اونجایی که سن نو سالش بالا بود 86 سالش بود خب حالش بد شد و افتاد خوشبختانه راهبه ها پیداش کردن خیلی زود و به بیمارستان رسوندنش ولی از اونجایی که نارسایی قلبی داشت متاسفانه توی بیمارستان فوت کرد ولی انقدر زنده موند که به مامورینی که اومده بودن بالا سرش بگه یه پسر جوون به من حمله کرده تا الان پلیس احساس میکرد که خب یه نفر حالا یه چاقوی زده و این قربانی ها زنده موندن و ارزش پیگیری نداره ولی الان یه نفر چاقو خورده و کشته شده و ما الان دنبال یک قاتلیم نه یک زاروی که صرفا یک ضربه زده و فرار کرده برای اینکه اخبار درست و رسمی توی روزنامه ها گزارش نمیشد شاید در حال گسترش بود در مورد زارب و مردم محلی دچار ترس و وحشت شده بودند از یه طرف دیگه تابستونی که اومده بود خیلی تابستون گرم و آفتابی بود و خب از اونجایی که ما داریم در مورد لهستان صحبت میکنیم لهستان سر ولی مردم توی پاییز اصلا خیابونا بیرون نمی اومدن می ترسیدن از زاره و از یه طرف دیگه زنها مجبور بودن درهای قابلمه رو به پشت کمرشون ببندن چون میدونستن که قاتل داستان ما یا ظالم داستان ما معمولا از پشت حمله میکنه پلیس ها نمیتونستن حدس بزنن که قاتل داستان ما کیه فقط میدونستن که یک پسر جوون یا نوجوونه که موهای تیره کوتاهی داره و احتمالا توی مدرسه درس میخونه با این وجود اومدن تمام مجرم های قبلی که از زندان آزاد شده بودن رو چک کردن میخواستن ببینن که آیا اونا ربطی دارن به این حملاتی که اتفاق افتاده یا نه ولی خب چیزی پیدا نکردن از یه طرف دیگه پلیسان نمیتونستن انگیزه ای پیدا کنن نه انگیزه تجاوز جنسی بود نه انگیزه دزدی بود و این کار رو سختتر میکرد ظاهرا انگیزه فقط کشتن بود اونم که کشتن آدم های بدون دفاع برای 17 ماه هیچ حمله ای صورت نگرفت و مردم محلی و پلیس احساس میکردن که زاره به داستان ما یا به دلیل جرم دیگه ای داخل زندانه یا اینکه از شهر کراکوف رفته و زمانی که گارد خودشون رو پایین آورده بودن یک حمله وحشناتر از حمله های قبلی اتفاق افتاد یک پسر 11 ساله به اسم لژک قرار بود توی یک مسابقه شرکت کنه و با سورتمه هاشون مسابقه بدن ولی زمانی که زمان مسابقه رسید ظاهرا سورتمه شکسته بود و خراب بود با وجود مهارت خیلی خوبی که داشت نتونست توی مسابقه شرکت کنه وایسات کنار و مسابقه دادن دوستاش رو نگاه کرد و خب حالش هم بد بود بعد از این مسابقه همینجور که از اون تپه میومد پایین و گریه میکرد رسید داخل یک پارکی که یک پسر نوجوون مهربون ظاهرا بهش نزدیک شد و از لژک پرسید که چرا داری گریه میکنی چرا ناراحتی و لژک براش توضیح داد ولی اون پسر مهربون چاقوش رو در آورد و به لژک حمله کرد حالا ما یه تیکه رو از زبون خود زارب میخونیم قاتل خودش اینجوری میگه متوجه پسری شدم که از مه بیرون اومد ازش چیزی پرسیدم بعدش سرم رو برگردوندم با دست چپم گردنش رو گرفتم و با دست راستم شروع کردم بهش به ضربه زدن بعد از اینکه شش ضربه بهش زدم احساس کردم که داره از دستم میفته طبق گفته پزشکی قانونی حدودا 11 ضربه به لژک زده شده و هر کدوم از این ضربه ها میتونست باعث مرگش بشه به خاطر عمقی که داشته ولی خب ظاهرا زارب دیگه به یک ضربه راضی نبود دوست داشت که ضربه های متعدد بزنه و بعد از اون جسد لژک رو همونجا توی پارک رها میکنه و میره جسد لژک توسط یک مردی پیدا شد و مرد اصلا متوجه خونا نشد احساس میکنم به خاطر نوع لباسایی که حالا در اون منطقه میپوشن و احساس میکرد که لژک بیهوشه لژک را بغل کرد با خودش برد توی یک کافه و اونجا بود که متوجه شد پسر بچه مرده و همینم باعث شد که حالا پلیس ها رو خبر کنه بعد از اینکه پلیس ها رو رسیدن پلیس ها رو برد به محلی که لژک رو پیدا کرده بود ولی به خاطر اینکه زمان زیادی گذشته بود آدم های زیادی از اونجا گذشته بودن و علنا دیگه نمیتونستن رد پای زارب رو از رد پای مردم معمولی جدا کنن پلیس در یک اقدام خیلی غیر عادی و منحصر به فرد برای اولین بار گزارش یک قتل رو توی روزنامه ها کار کردن و در موردش به مردم هشدار دادن قبلا جه اتفاق نیفتاده بود که در مورد قتل ها توی روزنامه ها بنویسن برای اینکه نمیخواستن وحشت عمومی رو زیاد کنن ولی الان چون یک بچه کشته شده بود تصمیم گرفتن که قانوناشون رو زیر پا بذارن و در موردش توی روزنامه ها بنویسن و در گزارشی که نوشته بودن گفتند که ظاهرا قاتل بانوان پیر زنهای پیر بریشته و این بار خشمش رو داره روی بچه ها خالی میکنه و از مردم کمک خواستن که این قاتل رو شناسایی کنن اما یه چیزی وجود داشت معمولا مردم به هیچ عنوان سعی میکردن با پلیس برخوردی نداشته باشن اصلا محال بود که کسی توی حکومت کمونیستی با پلیس تماس بگیره چون اگر اطلاعاتی میدادن و این اطلاعات به جایی نمیرسید یا پلیس گمراه میشد مردم مجازات می شدن. و یا اینکه تحت نظر پلیس قرار می گرفتن معمولا پلیس چکشون می کرد برای همین مردم نمی پلیس رو نسبت به خودشون حساس کنن بنابراین نمی توقع داشته باشیم که مردم محلی کمکی به حل ماجرا بکنن یا اینکه اگر به کسی شک کنن با پلیس تماس بگیرن دوباره فضای کراکوف پر از وحشت شده بود علاوه بر اینکه زنان پیر الان میترسیدن. معمولا والدین برای بچه های کوچیکشون هم میترسن و اونها رو نمیذاشتن که برن توی کوچه بازی کنن یا اینکه خودشون میبردنشون مدرسه و برشون میگردوندن تا اینکه میرسیم به مالیسیوی هشت ساله داستانمون یک دختر بچه مدرسه ای بود که چند روزی بود مریض هم شده بود و داخل خونه بود بیرون اجازه نداشت بره و خیلی دلش میخواست که حالا بیرون بره یکم بازی کنه دوستاشو ببینه ولی والدینش اجازه نمیدادن مادرش بهش گفت که خب بیا برو حالا اینقدر اصرار داری برو از طبقه پایین از توی باکس نامه ها نامه هامون رو بردار بیار بالا و مالیسیو خوشحال از طبقه دوم اومد طبقه پایین موقعی که داشت رد میشد دید یک پسر نوجوان هم روی پله ها نشسته و مالیسیو از که رد میشد بهش سلام هم داد رفت که نامه ها رو برداره یک یه چیزی دور گردنش رو گرفت و شروع کرد به فشار دادن و مالیسی حسابه ترسیده بود و بعد هشت ضربه چاقو به بدنش وارد شد ولی مالیسیو خودش رو رسون طبقه بالا و مادرشون رو بیهوش پیدا کرد و مالسی آخرین حرفی که به مادرش زد یک مرد جوون به من حمله کرده خوشبختانه اینکه مالسی خودش رو تونسته بود برسونه طبقه بالا زود هم رسوندنش بیمارستان و خب تونستن نجاتش بدن بعد از اینکه حالش بهتر شد مالیسیو در مورد اتفاقی که افتاده بود مفصل به پلیس ها گفت حتی در مورد اون مرد نوجوان با اون موهای تیره و پلیس فهمید کسی که به مالیسیو حمله کرده همون زاربیه که دنبالش میگردن اما یک اتفاقی افتاد در روزی که به مالیسیو حمله شده بود یک راننده تاکسی جلوی ساختمون بود و متوجه شده بود که یک مرد نوجوان از ساختمون میاد بیرون و خب چهرهش رو کامل دیده بود رفت پیش پلیس و با شجاعت این گزارش رو داد گفت که من یه همچین چیزی دیدم ولی از اونجایی که راننده های تاکسی تاسو دولت استخدام نمی شدن به عنوان شهروند درجه دو بهشون نگاه میکردن و حرفاشون قابل اطمینان نبود نمیخواستن به حرفای شهروندان درجه دوشون اعتماد و اطمینان کنن در عوض پلیس اومد به منابع کمونیستی و پزشکان اعتماد کرد و گفت شما بیاین یک پروفایل در مورد این قاتل بچینین و یک توضیحی به ما بدین که این قاتل چه ویژگی داره در نظر بگیرین که این علم تازه در حال رشد کردن و توسعه پیدا کردنه ولی پلیس میخواست بهش اعتماد کنه و ببینه که اونها چی میگن چرا قاتل داستان ما زارب داستان ما فقط به کودکان و زنان پیر حمله میکنه و اتفاقا پزشکان و روان پزشکان تونستن توصیف دقیقی بدن از زارب روان پزشکان به این نتیجه رسیدن که به داستان ما یک فرد نوجوون یا جوونه که به تازگی دیپلم دبیرستانش رو گرفته یا داره توی دبیرستان درس میخونه و یک حرفه ای رو هم کنارش آغاز کرده و احتمالا حرفه ای رو که آغاز کرده با چاقو سر و کار داره میتونه همیشه به چاقو دسترسی داشته باشه در کنار اون آناتومی بدن رو میشناسه اطلاعاتی در موردش داره اما متخصص نیستش پلیس برگشت به یکی از همون سرنخ‌های های که داشت اگر یادتون باشه یکی از قربانی ها گفته بود که روی لباس زاره من یک سپر دیدم فکر کنم فرانسیسکا بود گفت که من یک سپر دیدم سپر قرمز که لوگوی لباس های بچه های دبیرستانیه پلیس میخواست که چک کنه ببینه که در روزی که این حملات صورت گرفته کدوم یکی از بچه های دبیرستان توی مدرسه نبودن در مدرسه حضور نداشتن و خب هزاران دانش آموز وجود داشت و کار سخت و طاقت فرسایی بود تا اینکه توجهشون معطوف شد به یک پسری که خیلی شبیه به زارب بود در کنار اون کلکسیون چاقو هم دار چاقو هم جمعوری میکرد ولی معلمینش میگفتن که پسر خوبیه ما هیچ بدی ازش ندیدیم ولی با این وجود حکم گرفتن خودش رو بررسی کردن چاقوهاش رو بررسی کردن خونش رو تفتیش کردن ولی خب چیزی پیدا نکردن در نهایت از پسر عذرخواهی کردن تا اینکه اولین سرنخ درست حسابی به پلیس رسید یک خانم 22 ساله که توی آکادمی هنرهای زیبا توی کراکوف در حال تحصیل و دانشجوه اومد پیش پلیس گفت من توی یک باشگاه تیراندازی بازی میکنم تیراندازی میکنم و مربی منو با یک پسر 20 ساله که دو سال از من کوچیک‌تره هم گروه کرده این خانم گفت که این پسر 20 ساله به سرعت سعی کرده به من نزدیک بشه حتی یک بار سعی کرده منو ببوسه یا به بدنم دست بزنه و من هر بار ردش کردم یک بار دیگه برای این که با من سکس کنه به من التماس میکرده و به من گفته که اگر با من سکس نکنی من خودکشی میکنم این خانم رفتار این پسر 20 ساله رو نادیده میگرفت و محلش نمیداد با وجود اینکه میگفت من خودکشی میکنم من خودم رو میکشم ولی هر چقدر که پیش میرفت رفتار این پسر 20 ساله تهاجمی تر میشد و در مورد افکار سیاهی که داشت بلند بلند صحبت میکرد یک بار توی باشگاه تیراندازی سعی کرده بود به این خانم تیراندازی کنه یک بار دیگه زمانی که حالا رفته بودن بیرون از شهر که حالا تیراندازی امتحان بکنن به این خانم گفته بود که من گلوتو میبرم ولی بازم این خانم کم نیاورده بود و با پسر گفته بود که تو میتونی منو بکشی تو میتونی گلوی منو ببری ولی همه میدونن که تو نسبت به من حسی داری و منو بارها و بارها تهدید کردی و میان سراغت من در مورد تو به والدینم گفتم به دوستام گفتم پس فکر نکن که قصر در میری این خانم گفت که من احساس میکردم که این پسر همکلاسی مشکلات روانی زیادی داره و مثل یک بمب ساعتی میمونه برای همین رازیش کردم من بیاد پیش یک روانشناس و ویزیت بشه اونجا که رفتیم روانشناس گفت که این آقا پسر اعتیاد به خودرزایی داره مشکلات افسردگی شدید داره و برایش ویتامین بی نوشت و گفت ویتامین بی فعلا مصرف کنه ولی این خانم راضی نشده بود احساس میکرد که این پسر مشکلات بیشتری داره بیشتر از ویتامین بی احتیاجی داره در کنار اون این پسر بهش اعتراف کرد که به مالیسیوی هشت ساله حمله کرده و چاقو زده و این خانم میدونست که پسر دروغ نمیگه برای همین اومد پیش پلیس و گفت که همکلاسی من به اسم کارل کوت به مالیسیوی 8 ساله حمله کرده کارل کوت در 16 دسامبر سال 1946 در کراکوف به دنیا اومد اون هم در یک خانواده بسیار خوب و باثبات پدرش مهندس بود و برای دولت کار میکرد و مادرش هم جزو فعالین در اتحادیه زنان بود که خب در اونجا خدمت میکرد و کار میکرد در کنار اون از پسر کوچیکش که همین کارلکوت باشه نگهداری میکرد اونها در یک خونه خوب در یک منطقه خوب زندگی میکردن گفتن که کاررکوت در زمان کودکی مشکلات سلامتی جزئی داشته تا مدت ها و سالها تختش رو همیشه خیس می کرده. در مدرسه بسیار خجالتی و ساکت بوده در کنار اون دانش آموز بسیار کوشایی بوده که معلمه همیشه بهش توجه میکردن و نمرات خیلی خوبی گرفته وقتی که هشت سالش بود خواهر کوچکترش به دنیا اومد و این مسئله زندگی کارون رو برای همیشه تغییر داد و به خواهرش حسادت کرد به خاطر اینکه مثل قبل دیگه در مرکز توجه نبود و توجه پدر و مادرش بیشتر روی خواهرش بوده خودش اعتراف میکنه و میگه که من در زمانی که پدر و مادرم خونه نبودن خواهر کوچکترم رو کتک میزدم در کنار اون حیوان خونگی هم که توی خونه داشتن همیشه لگد میزد همسایه ها و دوستان مدرسه کارل میگن که ما بارها دیدیم که اون به سگ ها و گربه ها لگت میزنه و کتکشون میزنه اما همینجوری که کارل کت بزرگتر میشد در مدرسه افت تحصیلی داشت و نمره هاش بد و بدتر میشد ولی دانش آموز خوبی بود رفتار خیلی خوبی داشت و معلم احساس می کردن با وجود اینکه نمراتش بده ولی چون پسریه که از لحاظ اخلاقی خیلی خوبه میشه اونو نادیده گرفت ولی هم هاش جنبه دیگه ای از کارکوت رو میدیدن گفتن که بارها اتفاق افتاده که کارکوت به بدن ما دست زده یا محکم یه ضربه به زده و فرار کرده جوری که ما اصلا نفهمیدیم که چه جوری این اتفاق افتاده به دلیل رفتارهای پرخاشگرانه و غیر قابل پیش بینی که داشت معمولا دانش آموزا ازش میترسیدن و فراری بودن کارکود کلکسیون چاقو داشتش و همیشه به چاقوهایی که داشت افتخار میکرد گاهی وقتایی که از این چاقوها رو می توی مدرسه و یک رفت رفتاری که حالا توی فیلم ها یا جایی دیده بود تکرار میکرد و نشون میداد که انگار داره گلو یک دانش آموز رو پاره میکنه یا به یک دانش آموز دیگه حمله میکنه و احساس میکرد که این رفتاری که داره باعث میشه که دخترها بهش توجه کنن و بهش علاقه نشون بدن برخی منابع میگن که توی مدرسه کارل کد همیشه مسخره میشد به خاطر رفتاری عجیب و غریبی که داشته و معمولا پسرها برای اینکه کارل کود رو اذیت بکنن بهش میگفتن کارولینا و بهش میگفتن که تو همجنسگرایی گرایی و خب کارل خیلی از این مسئله ناراحت و ناامید بود و سعی کرد که به اونها ثابت کنه که نه من مردم من مردونگی دارم من همجنس گرا نیستم و برای اینکه این, این کارو ثابت کنه بیشتر دخترهای مدرسه رو اذیت میکرد مخصوصا بعد از اینکه خواهرش به دنیا اومده بود خیلی از دخترها بدش می اومد متنفر بود معمولا هیچ احترامی برای دخترها قائل نبود به عنوان مثال میرفت نیشگون میگرفت دخترها رو دستاشون رو میپیچون یا اینکه خلشون میداد میچسبوندشون به دیوار سعی میکرد دخترها رو ببوسه بدون اجازهشون یا اینکه بهشون پیشنهاد سکس با پول میداد و یا اینکه دامناشون رو میداد بالا زیر دامناشون رو نگاه میکرد و احساس میکرد این رفتارهایی که داره انجام میده دختران رو تحت تاثیر قرار میده و باعث میشه که آدم جذابتری به نظر بیاد کارل کود در اوایل نوجوانیش بود که برای تعطیلات به خارج از شهر رفته بودن خیلی حوصلش سر رفته بود و ناراحت بود که متوجه یک کشتارگاه شد سعی کرد وارد کشتارگاه بشه ولی خب کارمنده اونجا بیرونش کردن و گفتن برو و اینجا مناسب تو نیست و کارل خیلی اصرار میکرد که وارد بشه و خب کارمندا بهش اجازه دادن که وارد و نگاه کنه و در حالی که حال کارمندا داشتن گوساله ها یا گوسفندا رو میکشتن کارول نگاه میکرد و بعد به خاطر اینکه حال کارول رو از رو ببرن بهش گفتن که حالا اگه جرئت داری اگه نمیترسی بیا این گوساله رو بکش و کارول کشت و کارمندا دوباره برای اینکه کم نیارم بهش گفتن اوکی حالا کشتن که کاری نداره یه لیوان خون گرم جا کردم ام و به کارال گفتن که اگه میگی راست میگی که حالا میتونی و نمیترسی این خون گم رو بخور و کارول بدون اینکه ناراحت باشه یا بدش بره چندشش بشه اون خون رو خون جوری که توی دفتر خاطراتش نوشته که حالا ما یه قسمت از دفتر خاطراتش رو میخونیم کارال توی دفتر خاطراتش اینجوری نوشته میگه من با پدر و مادرم به تعطیلات رفتیم اونجا خیلی کسل کننده بود بنابراین به کشدارگاه رفتم و در کشتن گوساله ها کمک کردم از این منظره خوشم اومد و بالاخره طعم گوش رو چشیدم خون گوساله و گراز خوردم بعدها قورباغه و جوجه و موشکور و گوساله کشتم دوست داشتم چشمای پرنده ها رو بیرون بیارم. به روده هاشون چنگ بندازم و خونشون رو لیس بزنم. وقتی تفنگ بادی توی خونه داشتیم به کتاب ها و گوشتی که مادرم برای شام آماده میکرد شلیک میکردم تا انرژی و قدرت گلوره را آزمایش کنم من از چاقو خیلی خوب استفاده میکنم پایین ترش میگه در ابتدا یک فانتزی علاقه بود من همیشه چاقوها را دوست داشتم و اونها را جمع آوری میکردم حتی شده بود چاقوهایی با طراحی خاص خودم سفارش میدادم من همیشه اونها را با خودم هر می کردم و عاشقانه اونها رو دوست داشتم احتمالا این بزرگترین عشق دنیاست عشق به یک شی اما چاقو برای من یک موجود زنده است کود در مدرسه تنها شخصی بود که حالا به چاقو خیلی علاقه داشت یا اگر دوستانی کسی میمد در مورد یک اتفاق خیلی وحشتناک در مورد آتیش سوزی قتل یه نفر صحبت میکرد لبخند میزد و با علاقه گوش میداد الان که توی دوره نوجوانیش بود علاقهش رو پیدا کرده بود اسلحه و کشتن حیوانات برای همین رفت توی یک کلوپ تیراندازی ثبت نام کرد میخواست که اطلاعاتش در مورد اسلحه رو بالا ببره اتفاقا خیلی زود هم تونست توجه مربیش رو جلب کنه به خاطر اینکه بدون خطا کارش رو انجام میداد برای همین هم خیلی راحت تونست مجوز تیراندازی بگیره و الان تونسته بود اسلحه تهیه کنه و بتونه بره جنگل شکار انجام بده در کنار اون خانوادهش درست بود که این علاقه رو غیر عادی می دیدن ولی می گفتن که احتمالا به چیزای نظامی علاقه داره برای همون بیشتر کتاب های مربوط به اسلحه میخونه، خونه کتاب های مربوط به روش های دفاعی میخونه و اطلاعاتش رو بالا میبره. با گذشت زمان کارول علاقهش رو گسترش داد و شروع کرد به مطالعه کردن در مورد اندام و آناتومی بدن انسان و در کنار اون میومد مثلا مینوشت که برای قلب یک چاقوی چند سانتی لازمه که باعث مرگ حتمی بشه یا اینکه مثلا در کمر چه چاقویی لازمه کجا باید بزنه که باعث مرگ یا فلک شده هم بشه در گردن کجا باید بزنه و همه این رفتارها نشون میداد که ظاهرا کود علاقه زیادی داره و داره خودش رو آماده میکنه برای کشتن انسان ها کارل در جامعه کمونیستی لهستان جزو تعداد محدود افرادی بود که امتیازات ویژه داشت به خاطر شرایط خانوادگیش و این باعث میشد که از بازرسی ها و تف کش های پلیس در امان بشه یا به جاهای ویژه‌ای دسترسی پیدا کنه به عنوان مثال زمانی که اون پسر 11 ساله لژه کشته شد و به قتل رسید خود کارل کوت جزو کسانی بود که رفت و صحنه جنایت رو دید و به پلیس کمک میکرد که حالا رد بار ببینن مربوط به کیه قاتل کیه یعنی اینکه به اطلاعات پرونده کاملا دسترسی و اشراف کامل داشت حالا به لطف اون خانمی که توی باشگاه تیراندازی بود و کارل کوت حالا باش کرده بود و افکار تاریکش رو ریخته بود بیرون پلیس تونسته بود یک مزن درست حسابی پیدا کنه و کارالکوت رو خب زیر نظر داشتن ولی بلافاصله دستگیرش نکردن اول به خاطر جایگاه ویژه‌ای که داشت دوم اینکه صبر کردن که امتحانهای نهاییش رو بده و از دبیرستان فارغ و تحصیل بشه نه به خاطر اینکه حالا لطفی انجام بدن مهربون باشن باهاش نه به خاطر اینکه اگر امتحانات دبیرستانش رو میداد و تمام شد میتونستن به عنوان یک بزرگسال محاکمش کنن از یه طرف دیگه اگر این امتحانات رو پاس می کرد و توش قبول می شد، به این معنی بود که از نظر ذهنی کامل و آماده است و نمی توش بهانه بیارن و چند سال بعد آزادش کنن و بگن که این آدم بچه است یا اینکه از لحاظ روانی مشکل داشته ولی زیر نظرش داشتن و مواظب بودن که دیگه هیچ قتلی صورت نگیره و در کنار اون که حالا مراقبش بودن پلیس باید یک پرونده درست حسابی درست میکرد. نمیتونستن یه پرونده آبکی درست کنن و بفرستن بالا اون هم به خاطر جایگاه اجتماعی که کارکوت و خانوادهش داشتن به خاطر اینکه اگر اشتباه میکردن و نمیتونستن ثابتش کنن مسلما خودشون زندانی و محاکمه میشدن برای همین رفتن پیش اون چاقو سازی که کارکوت معمولا چاقوی سفارشیش رو به اون سفارش میداد که بسازه و اون لیست چاقوهایی که برای کارل کوت ساخته بود رو به پلیس داد ویژگیهاش رو داد و پلیس متوجه شد که بیشتر این ضربه هایی که حالا به قربانی های قبلی خورده با چاقوهایی که کارل کود داره هماهنگی دارم در کنار اون شهادت اون خانومی که حالا توی باشگاه تیراندازی بود هم بودش و خب به نظر پرونده محکمی می اومد. اگر اعترافات خود کارل کود رو هم داشتن خب خیلی خوب بودش در اول جوان سال 1966 یک روز بعد از امتحانات نهایی کارل کود تفنگش رو برداشت مهماتش رو برداشت رفت توی جنگل که حالا شکار انجام بده و پلیس نمیخواست ریسک کنه و قربانی دیگه ای داشته باشه میگفتن به اندازه کافی صبر کردیم برای همین رفتن و کاروکوت رو دستگیر کردن در کنار اون وارد خونه کارکوت شدن بدون رضایت خانوادش خونه رو تفتیش کردن کلکسیون چاقوه کارکوت رو برداشتن دفتر قصه گویش رو برداشتن و اومدن به اداره پلیس تهار کارکوت رو بازداشت کنن کارکوت در زمان دستگیری 20 ساله بود و زمانی که پاش رسید به اتاق بازجویی و بردن که حالا باش بازجویی کنن به عنوان یک پسر 20 ساله باید قالب تویی میکرد باید میترسید ولی کارکود خیلی محکم ایستاد خیلی سالها رو به راحتی جواب میداد اصلا انگار مشکلی نداره و خب کاراگان بودن که ترسیده بودن چون به خاطر جایگاه ویژه‌ای که کارکود داشت باید سریع پرونده رو جمع میکردن سری کارکوت رو به عنوان مظلوم معرفی میکردن و یعنی با تعجب جایگاه سریع سری آزاد میشد از یه طرف دیگه خانواده کارکوت هم بودن چون ما معتقد بودن که پلیس به خاطر اخلاقهای ویژهی که پسرشون داره پسرشون رو میخوان قربانی کنن کارکوت رو میخوان قربانی کنن و معتقد بودن که اونا فقط میخوان پرونده رو ببندن و مظلوم اشتباهی رو دستگیر کردن و مردم هم تعجب میکردن که یه پسر 20 سالی مثل کارکوت رو دست گیر کردن اون هم به خاطر چهره مظلومی که داشت یک روانشناسی که حالا متعلق به دادگاه بود میگفت که من اگر کارو رو میدیدم توی خیابون به هیچ عنوان باور نمیکردم که این قاتل خطرناکیه که دو ساله داره به مردم حمله میکنه بلکه بیشتر شبیه بچه مدرسه یا یکی که فقط میتونه یونیفرم بپوشه و بره به مدرسه جالبش اینجاست توی دوره زمانی کار توی زندان بود خودش زندان رو خیلی دوست داشت خیلی خوب غذا میخورد حتی اضافه وزن گرفته بود وزنش زیاد شده بود و زمانی که حالا به زنهایی که حمله کرده بود بچه هایی که حمله کرده بود میگفتن که کارکود به ما حمله کرده حالا چهره رو شناسایی کنن کارکود توی صورتشون میخندید و لبخند میزد یکی از خانم های مسن گفت این حرومزاده به من حمله کرده و کارکوت لبخند زد و گفت من باید بقیه خون بدنتم تخلیه میکردم که اینجا زبون درازی نکنی در نهایت زمانی که کارکوت توی زندان بود اعتراف کرد به قتل هایی که کرده و گردن گرفت گفت بله کسی که در مدت دو سال به پیرزن ها و بچه ها حمله میکرده من بودم پلیس کارکوت رو برد برای بازسازی صحنه جنایت و زمانی که کارکوت توی بازسازی صحنه جنایت بود لبخند میزد خوشحال بود دوربینا رو که میدید لبخند میزد به نظر می من سوپر یک فیلم و لذت میبرد از اینکه در مرکز توجه باشه و به همه بهش توجه کنن میگن یه بازسازی صحنه جنایت کارکوف یک بار به خانم پلیسی که حالا اونجا بوده و کمک میکرده که نقش قربانی رو بازی کنه چنان ضربه زده به این خانم که با چاقوی پلاستیکی باعث آسیب دیدن بهش شده و باز هم لبخند میزده در کنار اون مردم هم جمع شده بودن و نگاه میکردن فوش میدادن ولی کارکوت در زمانی که داشت بازسازی که صحنه جنایت رو لبخند مدام به لبش بود در یکی از قسمت ها پلیس اومد دست های کارکوت رو باز کرد تا آزادی عمل بیشتری بهش بدن و دقیقا مثل یه کارگردان رفتار میکرد مثلا زمانی که داشت حمله می میگفت که دوربین دوربین اینجا رو بگیر اینجا رو بگیر الان دارم چاقو میزنم و لذت می برد از یه کاری که انجام میده. بعد توی بازسازی یکی از صحنه جنایتش یه زن ناراحت بود. کارگاه بهش گفت که چرا ناراحتی؟ گفت اینجا یه چیزی کمه. بهش گفتن چی کمه؟ گفت خون. و گفت که من زمانی که قربانی هامو می چاقو رو با لباسم تمیز نمی کردم بلکه چاقو رو لیس می زدم و خون قربانی هام رو می خوردم از اینجا به بعد داستان به کود لقب خوناشامر کراکوف رو دادم پلیس از کارکوت پرسید که چرا بین قتل ماریا توی کلیسا و قتل لژک 17 ماه فاصله انداختی و هیچ قتلی انجام ندادی کارکود گفت که کی گفته من قتلی انجام ندادم کاری انجام ندادم یا بیکار نشسته بودم من داشتم روش های دیگه ای رو امتحان می کردم. من چند بار انجام دادم سعی کردم دست جمعی مردم رو مسموم کنم ولی خب موفق نشدم و بعد اعتراف کرد که به کافه های مختلف شهر می رفته و توی لیمونات ها و آبجوهای باز مرگ موش میریخته به امید اینکه کسی بخوره و مسموم بشه و بمیره و بعد روانشناسا گفتن که اینقدر ذهنش کودکانه بوده که نمیدونسته که مردم معمولا از آبجوی باز یا لیموناد یا هر نوشیدنی باز دیگه ای نمیخورن و استفادهش نمیکنن و صرفا به جنبه های دیگه فکر نمیکرده فقط به کشتن مردم فکر میکرده از یک زمانی به بعد کارکوچ شروع کرد به دیدن فیلم های وحشیان تاجاوز های وحشتناک و تصویر سازی میکرد برای خودش که چجوری به همکلاسی دخترش حمله بکنه چجوری بهشون تجاوز بکنه یکی از همکلاسی دخترش میگه که <تصفیح> یک بار به با من گفته که من به تجاوز میکنم شکمت رو باز میکنم رودهات رو در میارم مثل گردن بعد میندازم دور گردن تو گردنم سینه ها تو میبرم سرت رو میفرستم برای مادرت و این دختر فکر میکرد که کارلکوت داره شوخی میکنه و منظوری نداره اما کارکود براش بیشتر تصویر سازی میکرد که آره احتمالا این حمله که انجام بدم خون زیادی داره باید لباسامو رو عوض کنم سرت رو توی بانداج میپیچم که حالا خون ازش نریزه توی جعبه میذارمش و بعد از کارمند پست میخوام آدرس خونتون رو بنویسه که دست خط من شناسایی نشه و بعد سرت رو میفرستم برای مادرت و خوشبختانه قبل از اینکه حالا اتفاق این بیفته کارلکوف یا همون خوناشام کارلکوف دستگیر شد کارلکوف توی زندان اعتراف کرد که زمانی که در موردش بعد از قتل لژک مقاله هایی توی روزنامه می نوشتن اونها رو خیلی دوست داشت و میخون و خوشحال بود که توجه مردم رو به سمت خودش جلب کرده و بعد از اون به یکی از دوستاش گفت که من دلم میخواد به یه دختری تجاوز کنم و بکشمش ولی خب دوستش توجه نکرد به خاطر اینکه کاروکوت رو یک مرد عجیب و غریب میدونستن با رفتارهای خاص عموماً بی آزار و فکر نمیکردن که کار خاصی انجام بده رفتارهایی که همکلاسیانش و حال دوستانش و معلمینش باهاش داشتن اون رو بیشتر از قبل تنها کرده بود و دچار یک افسردگی خیلی شدیدی شده بود طبق نوشته هایی که توی دفتر خاطراتش نوشته بوده چون انقدر مغرور بوده که اینها را اعتراف نمی کرده و صحبت بکنه ظاهرا بارها به خودکشی فکر کرده بود و چیزی که تا اون زمان زنده نگهش داشته بود فقط کشتن آدم ها بود اون بود که محرک وجودیش بود یکی از روزنامه های لهستانی توی زندان با کارکود مصاحبه کرده بود یه تیکه از مصاحبهش رو براتون میخونم که در مورد افکار این آدم بیشتر متوجه بشین کارکوت توی اون مصاحبه میگه که من از اونچه که برای از بین بردن مردم و رفاه اونا استفاده میشد علاقه داشتم مثل سمها، چاقو و سلاحهای گرم من مجموعه بزرگی از چاقوها داشتم انواع چاقوهای منتاش، چاقوهای ماهیگیری و غیره پلیس 17 تا چاقو از من گرفت کتاب های پزشکی و کتاب های درسی پزشکی رو از من گرفت من سالها مطالعه کردم رگ ها و محل اندام هایی را که باعث مرگ ناگهانی میشه رو پیدا کردم و مطالعه کردم همچنین توی جمله پایین ترش که خیلی درخشان تره میگه که رنج زیبایی است و تحمیل درد و رنج به کسی یک اثر هنری است همه نمیتوانند این کار را انجام دهند همچنین کراکوف گفت که توی همون مصاحبه گفت من از همینجا اعلام و آمادگی میکنم که حاضرم هر کسی که نامناسب جامعه است رو از توی خیابون ها پاک کنم و بکشم محاکمه کارکوت در سه می سال 1967 آغاز شد و دو هفته طول کشید جمعیت خیلی زیادی اومده بودن میخواستن مردی که شهر رو شهرشون رو به وحشت کشیده ببینن در کنار اون خب خبرنگارا اومده بودن خانواده قربانی ها اومده بودن و کارکو در تمام مدت توی دادگاه خیلی آروم و ریلکس بود و حتی زمانی که بهش میکروفون دادن که صحبت کنه میکروفون رو گرفت گفت که همه تون میتونین بشنوین شروع کنم با وجود رفتار بیپروا و تحریک آمیزی که حالا کت داشتش یک چیزی رو هم پزشکانی که کارو کت رو معاینه کرده بودن متوجه شدن زمانی که حالا توی دادگاه نشسته بود توی قفسه بودش توی قفس بودش به عبارت دو تا مامور هم وایساده بودن و از اینکه اون مامورها کنارش بودن حالش بد بود هی برمیگشت پشت سرش رو نگاه کرد ببینه این مامورها کجان و پزشکان گفتن در طول معایناتی که ما داشتیم اگر کسی میرفت پشت کارول وای میستاد عصبی میشد ناراحت میشد حس اعتماد نداشت که کسی پشت سرش باشه اگر به خاطر داشته باشین اکثر کسایی که حالا کارول بهشون حمله کرد از پشت سر مورد هدف قرارشون داد از پشت سر بهشون چاقو زد پزشکان لهستانی خیلی به کارکود علاقه داشتن میخواستم روش آزمایشاتی انجام بدن چون قبل از اون توی لهستان همچین شخصی وجود نداشت و کارکود هم خیلی علاقه من بود که در مورد کودکیش در مورد نوجوانیش علاقاتش الهاماتش صحبت کنه به یکی از اشخاصی که اشاره کرد پیتر کورتن بود اگر یادتون باشه خوناشام خوناشام دوسلدورف توی اپیزود پنجم در موردش صحبت کردیم حالا درسته کیفیت صدای کمی پایینه ولی خب داستان خیلی جالبی داره و کارون میگفت که من بسیار در مورد پیتر کورتن خوندم و خیلی علاقه مند بودم به کارهای این کارها برای همین سعی کردم کارهایی که اون انجام میده ضعفایی که اون انجام میده رو انجام ندم و برای همین 100 درصد وقت و انرژیم رو گذاشتم روی مطالعه در مورد سلا روی مطالعه در مورد آناتومی بدن اون گفت که من از هیچ کدوم از جنایت هایی که انجام دادم پشیمون و ناراحت نیستم و من این قربانی که میگرفتم در مورد قربانی بعدی خیال پردازی میکردم و معتقد بود که نباید با اون مثل یک مجرمی که حالا دزدی کرده سرقت کرده یا کسی رو کشته از روی عصبانیت رفتار بشه چون اون برای لذت آدم کشته بنابراین باید به طور دیگه ای محاکمه بشه اون معتقد بود که نه آدم بدیه و نه آدم جنایتکاریه بلکه یک قاتله که قتل رو یک مدل زیبایی میبینه و برای همین قتل انجام میده و بارها در طول دادگاه گفت که ای کاش من قبل از جنگ به دنیا اومده بودم اون وقت میتونستم توی جنگ راحت آدم بکشم بدون اینکه محاکمه بشم بلکه مدال لیاقت و شجاعت هم دریافت کنم این اظهاراتی که ها را کارکو توی دادگاه میکرد صد درصد باعث عصبانیت خانواده قربانیان میشد مخصوصا اون پسر 11 ساله لژک حتی یک سری از حرفهایی که کارل میزد باعث شد که خواهرش خواهر لژک خیلی عصبانی بشه و سعی کنه بیاد و کارل رو خب کتک بزنه که خب مامورین گرفتنش و اجازه ندادن این اتفاق بیفته در 14 ژوئیه سال 1967 کارل به اعدام محکوم شد اون هم با دار زدن یکی از کسانی که حالا توی دادگاه مسئول بود از کارکوف پرسید آیا پشیمونی برای کسی یا چیزی و کارکوف گفت برای خودم برای اینکه قرار بمیرم وکیل کارکوف اعتقاد داشت که کارکوف سنش پایینه و نباید اعدام بشه بلکه میتونن بهش حبس ابد بدن ولی قاضی پرونده اطلاعات روانپزشکی که حالا بهش داده بودن رو بررسی کرد و گفت که نه کارکوف کاملا سن بالغی داره و به تمام کارهایی که میکرده کاملا آگاه بوده پس مناسبه برای اعدام شدن قبل از این که کارکوف رو حالا اعدامش کنن یک سری حرف ها گفت که حالا یه تیکه هایش رو با هم دیگه میخونیم کارکوف گفت که من از هیچی پشیمون نیستم اگر میتونستم باز هم قتل میکردم رنج قربانیان باعث خوشحالی من میشد من اهداف جنایی بزرگی داشتم و عمیقا از دست نیافتن اونها پشیمون و ناراحتم من قصد داشتم کودکان و بزرگسالان رو بکشم و بعد در یک جای دیگه میگه یک رویای بزرگ من برآورده نشد من میخواستم جلاد مردم باشم حتی به یک کشدار بزرگ هم فکر میکردم به یک آتش سوزی بزرگ اگر جنگ میشد دوست داشتم رئیس اردوگاه کار اجباری باشم سینه زنان رو ببرم و زیر کلاه سربازان بذارم تا به سرشون فشار نیاد من رویای قتلهای دست جمعی در اتاقهای گاز داشتم همچنین جمعآوری و تکه تکه کردن مردم را باید میدیدم من میخواستم همه زنها را بکشم شاید به جز دو نفر خواهرم و دختر عموم متاسفانه موفق نشدم در 16 می سال 1968 بعد از اینکه کارکوت با یک کشیش صحبت کرد یک سیگار کشید یک لیوان آب خورد با خانوادهش خداحافظی کرد و در ساعت 18 و 50 دقیقه دارش زدن از اونجایی که کارکوف قاتل وحشتناکی بود طبق قوانینی که داشتن به والدینش اطلاع ندادن که کجا دفنش میکنن و خب هیچ وقتم والدینش نفهمیدن این موضوع رو از یه طرف دیگه مردم خیلی خشمگین بودن به خاطر اینکه میگفتن که پدر مادر کارکود رفتار خیلی وحشتناکی داشتن، شک شیطان به دنیا آوردن، بد تربیتش کردن و باعث چنین جنایتی شده. میگن که بعد از ادامه کارکود مادر کارکود حتی تا دو سال حتی از خونه بیرون نمی اومد و تمام امتیازاتی که حالا توی حکومت دوران شوروی داشتن، توی دوران کمونیستی داشتن رو از دست دادن. خوشبختانه اکثر جنایت هایی که کارکوت انجام داد ناموفق بود ولی هنوز بعد از گذشت چندین دهه برای روانشناسا و روانپزشکا سواله که چرا باید یک پسری که حالا هیچ مشکلی نداره، خانواده خوبی داره، تحصیلات داره، یه همچین چیزهایی درش به وجود بیاد یه چنین ذهن جنایتکاری داشته باشه و میگفتن که بین هر چند میلیون نفر یک نفر اینجوری در میاد و صرفا کارکود آدم میکشته فقط برای کشتن طبق چیزی که خودش میگفته حالا یه تیکه از حرفای خود کارکوت رو در مورد کشتن رو براتون میخونم کارکوت میگه که رنج قربانی به من احساس رضایت میداده آیا این یک رضایت جنسی بوده یا نه رو نمیدونم زیرا هرگز من نسبت به یک زن حس خاصی نداشتم من فقط میتونم احساسم رو بعد از قتل توصیف کنم بلا فاصله آروم میشدم تا حدودی احساس رو آزادی میکردم صداهای شیطانی که درون من بود میخوابید دیگه نیاز نبود دنبال قربانی جدید بگردم یه جوری راضی بودم که انگار یک هدیه دریافت کردم برای من لحظه شادی لحظه ای بود که انگو با انگشتم خون چاقو رو پاک می کردم و اون رو میلیسیدم من این کار را در ترین زمان ممکن انجام میدادم در زمان جنایت به مجازات برای خودم فکر نمی کردم بلکه فقط به لذت فکر می روان پزشکان معتقدند که نیروی محرک کد در قتل ها احساس و قدرت بوده از اینکه حس می کرده مرگ و زندگی شخصی در دست اونه وگرنه قربانی خاصی مد نظر نداشته روش خاصی هم مد نظر نداشته اینکه به پیرزن ها و بچه ها حمله میکرده، به خاطر این بوده که احساس میکرده کرده اونها بیدفاعن در برابرش ضعیفن وگرنه که هیچ به یک مرد حمله نمیکرده که قدرت بدنش از اون بیشتر بوده باشه ولی ممکنه که با بالا رفتن سنش روشهاش رو تغییر میداد جوری که علاقه من بود کشتارهای دست جمعی انجام بده میگن که اعترافات کارکوت هنوز موجوده و کسانی که حالا این اعترافات رو مطالعه کردن میگفتن مثل این میمونه که تو داری یک سناریو یک فیلم ترسناک رو میخونی به قدری که این اعترافاتش ترسناک و سادیستی بوده متاسفانه تمام این اعترافات واقعی اتفاق افتاده و در ذهن یک آدمی بوده که فقط برای لذت آدم میکشته و خوشبختانه خب این آدم دستگیر شد و نتونست به جنایت های دست بزنه شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنین که چرا خونا شام کراکوف در اون سن کم شروع کرد به آدم کشتن؟ چه چیزی باعث میشه؟ یعنی تربیت اونها نقش داره؟ ژن اونها نقش داره؟ یا شاید دوتاش شاید عوامل محیطی دیگه واقعا مشخص نیستش ولی من پیشنهاد میکنم که فیلمی که تا جدید نتفلیکس در مورد جفری دامر ساخته رو ببینید همه ما جفری دامر رو به این میشناسیم که یه حیولای خیلی وحشتناک بوده سعی کرده زامبی درست کنه ولی خب این فیلم جدیدی که نتفلیکس ساخته به نظر من خیلی فیلم جالبیه نه اینکه زیاد در مورد و اینا صحبت نکرده که آرا چجوری میکشته چجوری زامبی درست میکرده بیشتر در مورد ابعاد شخصیتی جفری دامر صحبت میکرده اینکه این آدم چی باعث شد که کم 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 تبدیل به یه حیولا بشه چی باعث شد که به چنین جنایت دست بزنه این آدم زامبی درست میکرد که فقط این زامبی ها رو کنار خودش نگه داره که تنها نباشه و هر جد به نظرم فیلم جالبی برای علاقه مندایی که حالا به این موضوعات علاقه دارن این داستان هم تموم شد امیدوارم شب و روز بسیار خوبی داشته باشید تا ویدئوهای بعدی خدا نگه.